حکم سوگند وکیل هندو باور با قرآن مجید. قرآن یک کتاب مقدس است او گرنت شریف ما مقدس است. هر دوی از یا برای ما با احترام است، هر دویش احترام میکنیم. صحیح است که ما سر قرآن شریف ایمان ناوردیم، مگر احترام را زیمی است که ما برای زوی احترام کنیم. در اوج کشمکش ها و درگیری ها بر سر انتخاب ریاست پارلمان افغانستان، زاویه ها و صحنه های خنداور و جالب دیگر پارلمان افغانستان از نگاه زیادی ها پوشیده مانده است. یکی از آن سوگند خوردن وکیل هندو باور مجلس نمایندگان با قرآن مجید است. پرسش این است که آیا در قوانین افغانستان حکم سوگند شهروندان هندو مذهب این کشور در هنگام تصدی یکی از پست‌های عالی رتبه دولتی پیش بینی شده است؟ و در این رابطه کدام اشاره سریع و ضمنی در کدام ماده قانون آمده است؟ مردم به این باورند که قرآن مجید کتاب است که مسلمانان به آن ایمان آوردند و برای لمس کردن آن داشتن ایمان به قرآن، پیامبران، پیامبر اسلامی و روز آخرت و وجود فرشتگان شرط است و ماجرای مشهور مسلمان شدن حضرت عمر را همه به یاد دارند که وقتی میخواست مسلمان شود پارچه ای را که در آن آیات از قرآن مجید نوشته بود درخواست کرد، اما خواهرش گفت چون دو این همه وقت بود پرست بودی برو اول حمام کن باز این آیه ها را لمس کن و چنین هم چنین کرد. پس حکم شرعی و فقهی لمس قرآن از سوی هندو مذهبان چیست؟ چون آنان با توجه به اعتقاد خودشان خدایان دارند و آن را میپرستند و طبعا که به قرآن ایمان و باور ندارند، پس سوگند خوردن به چیزی که آدم به آن عقیده و باور نداشته باشد یک کار بیهوده است. این در حال است که گفته می شود زیادی از مقام های بلند رتبه دولتی افغانستان به شمول وکیلان، وزیران و حتی رئیس جمهور قرآن مجید را از روی درست خوانده نمی توانند.